خاستگاه پرچم شیر و خورشید چیست؟ قبل از پرداختن به خاستگاه پرچم شیر و خورشید توضیح چند نکته واجبه. همونطور که در گفتار قبلی درباره هویت ایرانی گفته بودم، ایران برخلاف سایر کشورهای جهان فقط یک کشور نیست و به کشور امروز ایران خلاصه نمیشه، بلکه ایران یک حوزه تمدنیه که عمدتاً در اثر حمله روسیه و انگلیس به بیش از 20 کشور تقسیم شده. در طول تاریخ در این حوزه تمدنی از دو روی کرد با مفاهیم و معنا برخورد شده. در یک روی کرد معنا مانند شرابی کهنه هر ازگاهی در جامی نو ریخته شده. شکل و ظاهر معنا که ظرف و جام را تشکیل میده تغییر کرده، ولی محتوای اون همان شراب کهنه است که ماهیت خودش رو حفظ کرده. برجسته ترین نمونه این استحاله در صورتبندی معنا را در سنت سوگ سیاوش میبینیم. در دوران اسلامی سوگ سیاوش به صورت مراسم عاشورا ادامه پیدا کرد. این سنت کهن آریایی پس از اسلام رنگ و لعاب دیگر پیدا کرد و با ظاهر اسلامی ادامه یافت، ولی مفهوم آن که بیزاری از ظالم و ابراز همدردی با مظلوم است همچنان ادامه داره. در این نوع رویکرد به دلیل سرکوب مذهبی فرم و قالب اسلامی استفاده شد تا یک ایده پیشا اسلامی که تجلیل از عدالت و بیزاری از ظلمه بتونه به حیات خودش ادامه بده. ولی رویکرد دومی هم داریم که برخلاف رویکرد اول عمل میکنه. در اینجا جامی قدیمی را حفظ میکنیم و هر از گاه شرابی نو در اون میریزیم. این رویکرد به دو صورت اتفاق میفته. یک حالت وامگیری فرهنگیه و حالت دیگر مصادره فرهنگی. در حالت وامگیری فرهنگی تلاشی برای از بین بردن مفهوم و معنی اصلی نمیشه. معمولا وامگیری فرهنگی زمانی رخ میده که معنا و مفهوم اولیه از یادها رفته و منسوخ شده باشه. در ایران زمین نمونه های زیادی از این نوع وامگیری های فرهنگی داریم. شاید مشهورترین نمونه این وامگیری نقش فروهر باشه. به نظر میاد که این وامگیری از هنر آشور در نماد ایزد آشور با تغییرات هنری بوده باشه. این نوع وامگیری های فرهنگی را ما در تمام حوزه تمدن ایرانی بیشتر در دوران پیش از اسلام میبینیم. پس از اسلام ما با حالت دوم، با مصادره فرهنگی مواجهیم. شاید مهمترین نمونه این نوع مصادره های فرهنگی تبدیل شدن آتشکده ها به امامزاده ها باشه. مصادره های فرهنگی در خصوص تبدیل کردن آتشکده ها به امامزاده به دلیل ثابت بودن مل موفق بودند، ولی مصادره های فرهنگی در خصوص مفاهیم انتزاعی مانند نشان شیر و خورشید چیزی بیشتر از تلاش خنده‌آور نبودند. به طور مثال حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی مدعی شده که در نماد شیر و خورشید، شیر نماد علی ابن ابی طالب و خورشید نماد بنیانگذار دین اسلام محمد ابن عبدالله. با این مقدمه بهتره به مسئله پرچم در ایران بپردازیم.
ایران اولین کشوری در تاریخ که دارای پرچمی ملی بوده. در اروپا پرچمها نشان خانواده های اشراف بودند. قدیمی ترین پرچم ملی اروپایی پرچم دانمارک که در سال 1625 میلادی به عنوان پرچم این کشور انتخاب شد. در حالی که حدود 2000 سال قبل از دانمارک در ایران زمین هخامنشیان دارای پرچمی ملی بودند. گزنفون مورخ یونانی پرچم اردشیر دوم هخامنشی را این گونه توصیف میکنه: درفشی پادشاهی با عقابی بالگوشوده بود، از زر ساخته شده و بر نیزه‌ای برافراشته بود. گزنفون در کوروشنامه این پرچم را به کوروش بزرگ هخامنشی منسوب میکنه. بنابراین حدود 2000 سال قبل از اولین پرچم ملی اروپایی ما در ایران دارای پرچمی ملی بودیم. سنت داشتن پرچمی ملی در زمان اشکانیان ادامه یافت که اژدها پیکر بود. در شهر روم بر ستون تراژان نقش پرچم اژدها پیکر اشکانیان هم ثبت شده است. در زمان ساسانیان پرچم ملی ایران درفش کاویانی گردید که با اسطوره نبرد کاوه آهنگر و ضحاک مرتبط بود. پرچم یا درفش کاویانی در زمان ساسانیان احتمالاً نمونه‌ای از وامگیری فرهنگی از قوم اورارتو بود. اورارتویی ها قوم ایرانی سکایی بودند که با مرکزیت دریاچه ایوان در ترکیه در ناحیه زندگی می کردند که ساحل غربی دریاچه ارومیه و بخشهایی از ارمنستان را شامل می شد. در این تصویر ایزدی را می بینید که بر روی شیری ایستاده و پرچمی را که شباهتی با درفش کاویانی دارد را به بانوی کاهنی می دهد. به نظر میاد که عناصر هنری از نماد دینی مردم اورارتو حدود 6 قرن بعد در طرح درفش کاویانی وامگیری شده باشد. تا اینجا به پرچمهای ملی ایران در ادوار مختلف قبل از اسلام و عادی بودن وامگیری فرهنگی در تمام حوزه تمدن ایرانی اشاره کردیم. سوالی که پیش می آید این است که سابقه پرچم سرنگ ایران و نماد شیر و خورشید چیست؟ در شاهنامه پرچم فریدون که بعداً درفش کاویانی خوانده میشه با سه رنگ سرخ و سبز و سرخ و زرد و بنفش که به چرم آهنگران کاوه افزوده شد توصیف میشه. ولی پرچم سرنگ سبز و سفید و سرخ با نشان شیر و خورشید از کجا ریشه میگیره؟ شاید بتونیم نادر را بنیانگذار پرچم سرنگ سبز و سفید و سرخ بدونیم، چون سپاهیان نادر در جنگ با محمد گورکانی پادشاه هند پرچمی سگوش با رنگ سفید در دست داشتن که در گوشه بالای اون نواری سبز رنگ و در قسمت پایینی اون نواری سرخ دوخته شده بود. شیری با دم برافراشته به صورت نیمرخ در حال راه رفتن است بر بستر سفید این پرچم. در زمان حکومت ناصرالدین شاه، از اونجا که امیرکبیر دلبستگی ویژه‌ای به نادرشاه داشت، رنگ پرچم نادرشاه را برای پرچم ایران انتخاب میکنه، ولی اون رو از سبوش به پرچم مستطیل تغییر میده. این پرچم دارای زمینه سفید بود با یک نوار سبز به عرض تقریبی 10 سانتی متر در گوشه بالایی و نواری سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پایین با نشان شیر خورشید که در زمینه سفید پرچم قرار داشت. به این ترتیب در زمان امیرکبیر
پرچم ایران تقریبا به شکل و فرم پرچم امروزی در میاد. پس از انقلاب مشروطه نمایندگان مردم در اصل پنجم متمم قانون اساسی پرچم سرنگ با علامت شیر و خورشید رو به عنوان نماد ملی ایران تثبیت کردند. تا اینجا با تاریخ پرچم سرنگ سبز و سفید و سرخ آشنا شدیم که تا اندازه‌ای ساده است، ولی تاریخ نماد شیر و خورشید کمی پیچیده تره. قبل از اینکه به تاریخ نماد شیر و خورشید بپردازیم، لازم اشاره کنیم که در دوران تاریخی خارج از قاره آفریقا زیستگاه شیر در جنوب ایران زمین تاریخی یا حوزه تمدن ایرانی بود. به همین سببه که ترسیم‌های باستانی از هیبت شیر در اروپا و در حوزه تمدن چینی بسیار غیر واقعی بودند، چون آشنایی اونها با شیر از طریق توصیف بود که از مردم حوزه تمدن ایرانی یا مصری میشنیدند و خود شیر را ندیده بودند. از آنجا که شیر هم در حوزه تمدن ایرانی و هم حوزه تمدن مصری وجود داشت، نماد شیر و خورشید مستقل از یک دیگر در این دو حوزه تمدنی پدیدار شدند. در پادشاهی میانه مصر در فاصله 2000 تا 1700 قبل از میلاد خدای شیر پرستیده می شد. در فاصله 1600 تا 1300 قبل از میلاد ما دوباره شاهد ظهور این ایزد در مهری که به شکل سرگین چرخان ساخته شده هستیم. قبل از نماد پردازی شیر در تمدن مصر در حدود 3000 سال قبل از میلاد در میان رودان شاهد نماد پردازی ایشدار خدای جنگ و باروری هستیم که بر روی شیری ایستاده است. بعدن حدود 1200 پیش از میلاد این نماد ایزدی ایستاده بر شیر با تغییراتی توسط فرهنگ قرارتو که شامل ساحل غربی دریاچه ارومیه، بخشهای از شرق ترکیه و ارمنستان امروز میشه، وامگیری شد. بعدن حدود 400 سال قبل از میلاد در زمان خشایار دوم شاهد وامگیری فرهنگی با تغییرات هنری دیگری هستیم که در آن خشایار دوم را در حال ستایش ایزد خورشیدگونه ایستاده بر شیر نشان میده. دکتر کاوه فرخ معتقده که اولین نماد شناخت شده از شیر و خورشید به استوانه شاوشتاتار شاه میتانی در کردستان عراق امروز به حدود 1450 قبل از میلاد مربوط میشه و اون تصویری است به صورت قرص خورشید که دو بال از اطراف اون برآمده و دو شیر محافظ نیز در پایه اون قرار دارند. ولی دکتر وکیلی باور داره که برای پیدا کردن اولین نماد شیر و خورشید باید بیش از 1000 سال عقب‌تر بریم و اون رو در آثار جیروف پیدا کنیم، ظرفی که شیر و خورشید به شکلی انتزاعی بروی اون نقش بسته، شاید قدیمی ترین نمونه این نماد باشه. سوالی که پیش میاد اینه که چرا در نماد هخامنشی، در استوانه شاوشتاتار و یا در ظرف جیروف خورشید به همراه شیر نشان داده شده؟ یک توضیح محتمل رو باید در خارج از ایران زمین در تمدن مصر جستجو کنیم. میدانیم که از حدود 4000 قبل از میلاد صورت فلکی شیر بر مردم میان رودان شناخته شده بود و اون رو اورگولا یا شیر اعظم مینامیدند. ضمناً میدونیم که بارانهای بهاری در اتیوپی باعث می شدن که در مصر از اواخر مرداد ماه
و اوایل شهریور رود نیل طغیان کرده و زمین‌های کشاورزی را سیراب کنه. این روز زمانی است که خورشید وارد برج شیر میشه. هر سال در مرداد ماه خورشید وارد برج فلکی یا منزل شیر میشه. مصری‌های باستان به علت طغیان رود نیل و سیراب شدن زمین‌ها ورود خورشید به برج شیر را واقعی خوشایند می‌دانستند. بنابراین ترسیم شیر و خورشید به همراه هم در این زمین به ویژه بعد از استیلای اسلام نمادی از اقبال نیک بوده که از تمدن مصری به آریت گرفته شده بود. مورد مشخص این نوع نماد پردازی رو در کتاب نجوب ابو معشر بلخی می‌بینیم. به احتمال زیاد ظاهر شدن نماد شیر و خورشید بر روی سکه‌های پادشاهان سلجوقی که از طایفه ترک‌های قز بودند به دلیل اقبال نیک و خجستگی نماد بود. ولی در اینجا این سوال پیش میاد که اگر به زعم ستاره شناسان پس از اسلام نماد شیر و خورشید نمادی از اقبال نیک است، چرا خورشید با چشم و ابرو و چهره انسانی ترسیم میشه؟ دادن چهره انسانی برای خورشیدی که در آسمان از منزل شیر عبور میکنه پرسش برانگیزه. برای یافتن پاسخ باید به زمانهای بسیار دورتر و حتی پیش از زرتوش برویم. میدونیم که میترا یکی از ایزدانی بود که نیاکان مشترک هندی و ایرانی اون را میپرستیدند. در ریگودا متن سانسکریت هندی که قدمتش به 3700 سال میرسه با ایزدی به نام میترا در شرق ایران برخورد میکنیم که خورشید صبحگاهی نشان اوست و نقشش حفظ پیمان و دوستی است. کمی بعدتر در قرن 15 پیش از میلاد باز با نام میترا این بار در غرب ایران زمین برخورد میکنیم. در پیمان صلحی که پس از نبرد سخت بین سوپیلو لیوماس شاه هیتی با شاتیوازا شاهزاده میتانی نوشته شد به نام ایزد میترا برخورد میکنیم که ناظر بر این صلح. هیتی ها و میتانی ها که نیاکان مردم کرد هستند از جمله اقوام آریایی هستند که در غرب ایران زمین ساکن شدند. در کتاب مهریه که بخشی از آن پیش از زمان زرتشت نوشته شده بود با اشاره هایی برخورد میکنیم که مهر یا میترا را با خورشید مرتبط میسازه. به همین جهته که در طاق بستان هنگام دادن نشان پادشاهی و اردشیر دوم از طرف اهورمزدا در پشت او ایزد مهر یا میترا را میبینیم همراه با عشه آفتاب بر اطراف سرش. در حدود قرن اول میلادی در اثر حمله هونها جمعیت بزرگی از اقوام سکایی ایرانی از جمله سرمتی ها و آلان ها که نامشان در اوستا و حتی شاهنامه هم آورده شده به سرزمین های تحت حاکمیت رومی ها کوش میکنند و بسیاری از جنگجویان سرمتی و آلان جذب ارتش روم شدند. این جمعیت بزرگ جنگجویان ایرانی که عمدتاً مهرپرست بودند دین خودشون رو وارد ارتش روم میکنن و از آنجا آیین میترا به همراه لژیون‌های رومی تا جزیره انگلیس و شمال آفریقا گسترش پیدا میکنه. در امپراتوری روم میترا یا با انوار خورشید در اطراف سرش ترسیم می شد و یا کلاهی که به غلط کلاه فریگی نام گرفته. آنطور که از نقش برجسته های
تابوت اسکندر معلومه، کلاهی که در بین اروپاییان به نام کلاه فریگی معروف است در واقع کلاهی بود که ایرانیان در زمان هخامنشیان از آن استفاده می‌کردند. جالبه که بدونید این کلاه ایرانی که بر سر میترا دیده میشه به کلاه آزادگی معروفه و حتی در پارک ملی یلوستون در وایومینگ آمریکا تکه سنگ بزرگی که شبیه این کلاه ایرانی است کلاه آزادگی نام داده شده. بنابراین میدونیم که در سرتاسر ایران زمین از هندوستان تا دریای سیاه خورشید نماد ایزد ناظر بر پیمان و دوستی بود. بنابراین ترسیم خورشید با تشعشعات خورشیدی یا با چهره انسانی امری عادی به نظر میرسه. ولی چرا شیر؟ چه رابطه‌ای بین شیر و میترا وجود داره؟ میدونیم که از دیرباز شیر نماد اقتدار زمینی بوده. قرار گرفتن شیر به عنوان نگهبان نیایشگاه ایشتار در آشور یا ردیف شیرها بر دیوار دروازه ایشتار نماد اقتدار حکومتی زمینی بوده. به همین ترتیب ایستادن ایزدی بر شیر در اورانتود اینانا بر شیر یا میترا یا آناهیدا بر شیر در نقش هخامنشی نشانه حمایت آن ایزد از اقتداری زمینی بود. در ایران زمین یا مهر یا میترا ایزد نگهبان پیمان و دوستی و حافظ آن دولتی دانسته می شد که به عشا یا نظم حاکم بر اصلی وفادار بود. نماد چنین دولتی شیر بود که سرآمد تمام حیوانات بود. به همین جهت که شیر و خورشید به عنوان نمادی ملی نه تنها بر روی سکه های دولت های بعد از اسلام همچون سلجوقیان ادامه پیدا میکنه، بلکه به عنوان نمادی ملی بر پرچم های صفویه، افشاریه و زندیه ظاهر میشه تا اینکه پس از انقلاب مشروطه در پنجمین متمم قانون اساسی مشروطه پرچم ایران به شکل شیر و خورشید بر روی پرچم سرنگ سرخ و سفید و سبز تعیین میشه. آیا صفویان، افشاریان، زندیه و حتی انقلابیون مشروطه از رابطه آیین کهن ایرانی پیشا زرتشتی با این نماد ملی آشنا بودند؟ به احتمال زیاد پاسخ این منفی است. آیا آنها روایت‌های دیگری بر این نماد ملی مرتبط می‌کردند؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت. در طول ادوار تاریخی روایت‌های گوناگونی به این نماد ملی متصل شده، ولی هویت میترایان همچنان زنده است. همانطور که گفتم این نماد ملی مانند جام قدیمی است که هر از گاهی شرابی نو به شرابی قدیمی اضافه میشه، ولی رنگ و بو و طعم شراب قدیمی هنوز بر این مجموعه غالبه. تا قبل از پیدایش حزب توده مقام شیر و خورشید به عنوان نمادی ملی به چالش کشیده نشده بود. حتی کمونیست های اولیه مانند یونس استاد سرایی ملقب به میرزا کوچک خان که در پی تأسیس حکومت شوروی در ایران بود این نماد ملی را محترم می داشتند، به طوری که نشان شیر و خورشید بر مکاتبات میرزا کوچک خان وجود داشت. حزب توده که حفظ هویت ملی ایرانی را مخالف مصالح دولت روسیه میدانست که هدفش تجزیه ایران بود، در جهت بی‌اعتبار کردن این نماد ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. ولی این خمینی بود که پس از انقلاب بهمن 57 اقدام نهایی را انجام داد. خمینی بود که دستور داد
این نماد ملی با نماد ضد ملی که نشان از هویت او و یارانش داشت تعویض بشه. در واقع اون کاری که حزب توده در انجامش ناموفق بود خمینی به انجام رسوند. آیا شیر و خورشید همیشه نماد ملی ایران باقی خواهد ماند؟ پاسخ این سوال نمیدونیم. شاید در آینده نمایندگان ایران که قانون اساسی حکومت دموکراتیک آینده را تنظیم میکنند تصمیم بگیرند عقاب پرگوشوده هخامنشی، اژدهای اشکانی، درفش کاویانی ساسانی یا هر نماد دیگری رو به عنوان نماد ملی انتخاب کنند. ولی تا اون زمان تنها نماد ملی ما پرچم شیر و خورشید نشانه که در مقابل حکومت غارتگری قرار گرفته که حدود 44 سال 10% جمعیت کشور را وادار به مهاجرت کرد، منابع زیرزمینی و روی زمین رو غارت کرد، فساد و فحشا و مصرف مواد مخدر رو رواج داد، هزاران جوان ایرانی را به قتل رسوند و زندگی ده ها میلیون ایرانی را به سیاهی و تباهی کشید. به همه توصیه می کنم مقام شیر و خورشید به عنوان نماد ملی رو محترم بدارید و در همه فعالیت های سیاسی خود از این پرچم به عنوان نماد ملی علیه حکومت ایران ستیز خامنه ای استفاده کنید. درود بر شما. مشکل ما ایرانی ها تنها و تنها با رژیم ضد ایرانی، ضد انسانی جمهوری اسلامی نیست. مشکل ما با جمهوری اسلامی یک مشکل تاریخی است. بله، این درسته. اما همه مشکل ما نیست. بخشی از مشکل هممیهنانمون در داخل و خارج از کشور وجود کسانی است که توهم سیاسی بودن دارند. آنها گمان می کنند که همه چیز رو بهتر از دیگران می دانند، در حالی که ممکنه حتی تیتر دانشگاهی داشته باشند، حتی یک حرفه مشخصی هم داشته باشند و موفق هم باشند در اون حرفه، اما در مسائل سیاسی متاسفانه در یک چهارچوب بسیار کوچکی گیر کردند. آنها، اکثر آنها، نه تنها آن ایدئولوژی را که پذیرفتند به طور کامل نمی‌شناسند و زیاد دربارش نخوندند، تحقیق نکردند، بلکه تاریخ کشورمون رو هم نمیشناسند. یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که تعدادی گمان میکنند که پرچم شیر خورشید ایران یک پرچمی است که وابسته است به یک رژیم خاص، به ویژه به خاطر دشمنی که با رژیم پهلوی داشتند گمان می کنند که این پرچم متعلق به دودمان پهلوی است. آنها نه تنها تاریخ ایران رو نمی شناسند، نه تنها تاریخ دور ایران رو نمی شناسند، حتی تاریخ مشروطیت ایران، یعنی صد و چند سال پیش رو هم نمی شناسند. آنها نمی دانند سمبل شیر و خورشیدی که امروز روی پرچم رسمی پیشین ایران قرار داره یک تاریخ چند هزار ساله داره. دست کم به صورت رسمی و از سوی نمایندگان مردم ایران
این پرچم شناخته شد، معرفی شد و از سوی ملت هم پذیرفته شد. به هر روی ما دو انتخاب داریم. دو پرچم وجود داره با نام ایران که رسمیت بین المللی داره، یا دست کم یکیش امروز داره. یک پرچم جمهوری اسلامی است که امروز دیگر کسی فکر نمی کنم باشه که ندانه جمهوری اسلامی رژیمی کاملا با تفکرات بیگانه و ضد ایرانی است. تمام سمبولهای او ضد ایرانی و نشانه دشمنه. بنابراین یا این پرچم الله نشان اونها رو باید بپذیریم که رسمیت بین المللی داره، پس از حادثه 57 سازمان ملل پذیرفته، یا اگر این رژیم و نمادهای این رژیم رو قبول نداریم، یک چیز باقی میمونه: پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران که اون هم رسمیت بین المللی داشته. انتخاب با شماست. تغییر پرچم چیزی نیست که هر کسی به دلخواه خودش در اون دست کاری کنه، مثل چهارچوبه جغرافیایی یک کشوره. کسانی که مخالف وجود این پرچمند که مطمئنم چیز زیادی راجبون نمیدونند، حتی جزوه کوتاهی که پژوهشگر بزرگ ما احمد کسروی راجب پرچم شیر خورشید ایران نوشته رو هم نخوندند، اینها باید مطمئن باشند پس از فروپاشی رژیم اسلامی در ایران مجلس مؤسسانی خواهیم داشت از نمایندگان واقعی ملت و آنها فرم و رنگ و نمادهای پرچم آینده ایران رو مشخص خواهند کرد. اما امروز تنها پرچمی را که ایرانی ها نوابستگان به رژیم اون را میتونن به عنوان یک نماد ملی به همبستگی ملی نگاه کنند و قبول کنند و استفاده کنند، همین پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران هست. مجال زیادی نداریم، وگرنه بیشتر راجع به تاریخ این پرچم گفتگو میکردم. زنده باد ایران، زنده باد ملت ایران، زن، زندگی، آزادی. با درود بر دوستان گرامی، از من پرسش شده بود که نظر و دیدگاه هم درباره پرچم ملی چیست. چند ملاحظه در کاره. یکی این که من فکر میکنم که قضیه پرچم قضیه ای که یک هیئت کارشناسی حرفه‌ای باید دربارش تصمیم بگیره، چیزی نیست که به پسند من یا اشخاص دیگه‌ای در واقع بشه دربارش صحبت کرد. و نکته که خیلی مهمه، این دعوای سر پرچم دعوای دلازاریه که موجب تشتت نیروها شده و دو دستگی در واقع ایجاد کرده. من فکر میکنم که در این برهه‌ای که ما توش قرار داریم، مهمترین چیز اینه که همه ما متمرکز بشیم روی مخالفت با جمهوری اسلامی و مبارزه با جمهوری اسلامی و وقت و انرژی خودمون رو با دعواها و نزاع سر مسائلی مثل پرچم یا شعارها در واقع هدر ندیم.
و بعد از پیروزی، بعد از سقوط جمهوری اسلامی، میتواند یک هیئت کارشناسی تشکیل بشه و افراد متخصص میتونن درباره پرچم تصمیم بگیرن. به نظر من به قول قدیمی ها فصل الخطاب رو ما بذاریم روی یک هیئت کارشناس که در واقع اون تکلیف رو مشخص میکنه، اون هیئت در تکلیف رو مشخص میکنه. ولی اگر نظر شخصی من رو جویا شده باشید که هیچ ارزشی هم نداره نظر شخصی من، چون نشاندنه فقط یه نوع شاید سلیقه باشه دیگه، من تعجب میکنم از برخی از دوستان که با پرچم شیر و خورشید در واقع مشکل دارن و خیال میکنن که پرچم شیر و خورشید میراث نظام پادشاهی است یا مربوط به سلسله پهلوی میشه، در حالی که ما میدونیم چند هزار سال نمادهای شیر و خورشید برای ایرانیان محترم و مقدس بوده و قضیه نه به سلسله پهلوی برمیگرده و نه حتی بسیاری از سلسله‌های دیگه. بنابراین علت این دشمنی رو با پرچم شیر خورشید من درک نمی کنم. ضمن این که ببینید هر کشوری به هر حال یه پرچم داره، از مترقی ترین کشورها تا کشورهای در حال توسعه. این چیزی نیست که ما بتونیم حذفش کنیم یا با تمسخر بگیم پرچم پرستی، چون حتی بسیار از دوستان چپی که متهم میکنن بسیاری رو که اینا پرچم پرست هستن، خود اونها به هر حال یه نمادهایی دارند، همون پرچم سرخ یا نمیدونم نمادهای دیگه. ما بشر به هر حال هنوز از این سمبول ها و نشان ها در واقع گذر نکرده و چون طبیعی و بدیهیه که هر کشوری باید یه پرچم داشته باشه، چرا نباید ما همون پرچمی رو داشته باشیم که قرنها و حتی هزاره ها در واقع نمادهاشو ما داشتیم و ربطی هم نداره. من دوباره مجبورم تکرار کنم که ربطی به سلسله پهلوی یا نظام پادشاهی هم در واقع نداره، ولی همونطور که گفتم به نظرم میاد که ما نباید انرژی خودمون رو هدر بدیم سر اختلافاتی اینچنینی. مسئله پرچم رو بعد از سقوط جمهوری اسلامی به دست کارشناس‌های صاحب فن و صاحب دانش میشه در واقع تعیین کرد. با آرزوی روزهای بهتر برای کشور ما و زنده باد زن، زندگی، آزادی. خب بسیار سپاسگزار هستم از بانو عسکری که در ارتباط با پرچم شیر خورشید نشان با فریختگان دیگر صحبت کردن و با من هم در این زمینه صحبت کردن و نظر من رو هم خواستن. به عنوان یک شهروند ایرانی چشم، من با کمال میل این کار رو انجام میدم. ببینید مسئله پرچم ایران، این پرچمی که الان ما ازش یاد میکنیم به نام پرچم شیر خورشید نشان، من به سرنگش کار ندارم، به خاطری که سرنگش رو هیچ بحثی روش نیست، یعنی چیزی نیست که بخوام بگیم آقا این چرا اون چرا این چرا. ولی که یک چیزی که ما به پرچم ایران بهش بسیار بسیار توجه داریم، حساسیت داریم روش، اون نماد شیر خورشید میان پرچم است. وگرنه پرچم سرنگ خیلی روش وسطش می‌نویسن ایران، خیلی ها وسطش حکومت اسلام اومده اون خرچنگ رو گذاشته، یا مثلا جهانه بنی صدر رو این حرف ها اومدن وسطش نوشتن یه چیزی دیگه. و ما به اینها، به اون سرنگ مرز کردم، مسئله ما نیست. مسئله ما نماد شیر خورشید در میان پرچم است. از اونجایی که کشور ایران، مردم ایران
فلات ایران. از دیرباز فرهنگ و آیینشون، مذهب نه، فرهنگ و آیینشون آیین میترایی بوده و میترا همان مهر هست و مهر همان خورشید هست و خورشید یعنی مهر و عشق و دوستی. خورشید از نظر ما ایرانی ها بسیار بسیار جایگاه ویژه ای داره و همین دلیل هم هستش تمام جشن های ایرانی ها جشن مذهبی نیست بلکه جشن نیست در ارتباط با سپاس از خورشید. نوروز، یلدا، سده، جشن مهرگان، اینا چهار تا جشن معروف هست که همه در ستایش از خورشید هست و به خاطر که خورشید هستش که زندگی بخش هست و ایرانی ها از دیرباز چون میترائیست بودن، هوادار میترائیست بودن، به خورشید توجه ویژه‌ای داشتن. آثاری که از ما داریم، از قدیمی ترین اثری که از نماد شیر خورشید داریم برمیگرده به دوران داریوش سوم. در یک در صورت مجسمه ای که وجود داره یا یک نشانی که یک چیزی که وجود داره در موزه در سن پترزبورگ الان، در اونجا یک شیر هست، یک شیر به اصطلاح با یال و دم، یعنی یک شیر نر که نشان از قدرت هست و بر روی این شیر و روی گرده این شیر یا رو بر پشت این شیر دست میترا ایستاده و بر پشت یا بر پهلوی شیر یک خورشید نمایان است و این شیری که ایستاده و بر روش و پشتش دست خود میترا ایستاده، خورشید هم دیده میشه. و داریوش سوم در حال رفتن به سمت سوی این شیر هست برای سپاسگزاری از میترا. این نشان دهنده این هستش که ما در زمان هخامنشی ها آیین ما آیین میترایی بوده و هومخواری که یکی از آداب به اصطلاح نوشیدن همین نوشیدنی که داشتن، این رو هومخواری میگفتن بهش، یک از نوع قارچ بود که اینو ازش یک مایهی درست میکردن و اینو که میخوردن دچار نشاط و شادی میشدن مثل الکل. و این هومخواری رو داریوش سوم مجاز میدانه در تخت جمشید، یعنی بهشون ایراد نمیگیره. این نشان دهنده این است که تا زمان داریوش سوم ما آیین میترایی داشتیم، بعدن دیگه آیین زرتشتی میاد و حاکمیت پیدا میکنه. در این دست حاکمیت، یعنی در اینکه آیین زرتشت میشه آیین رسمی ایرانیان، پس از میترائیسم است و ما این نماد رو الان اثرش رو داریم در سن پترزبورگ و این نماد رو مردم ایران و پیشینیان ما این رو همواره چه در زمانی که هخامنشی ها خودشون بودن این رو هم میکردن به عنوان یک نماد ایرانی و این همینجور مونده تا اینکه به تدریج، یعنی بعد از اینکه حمله اعراب به ایران انجام شده که مدتی نه پرچم درفش کاویانی ازش نشانی بود، چون درفش کاویانی هم که میدونیم که در زمانی که اعراب حمله کردن به نهاوند و به تیسفون، در تیسفون این پرچم به اصطلاح درفش کاویانی که با بسیار بسیار جواهر گرانبها به این وصل بود، این رو بردن و تیکه تیکه کردن به دستور عمر و تقسیم کردن بین مهاجمین خودشون. ولی در اصل پرچم یعنی اون درفش کاویانی به این شکل به وسیله اعراب از بین رفت. ولی نماد شیر خورشید در دل مردم ایران و در فکر مردم ایران جایگاهش ویژه بود و مان و تا همین امروز. یعنی ما دوباره میبینیم که در زمان صفوی ها به تدریج این شیر و خورشید پیدا میشه، شیر پیدا میشه، بعد شیر خورشید پیدا میشه، همینجور میاد در زمان نادر، میاد در زمان قاجارها که در اصل این پرچم سرنگ شیر خورشید نشان که از زمان مشروطیت، زمانی که جنبش مشروطیت به ثمر میرسه
و وقتی که این جنبش به ثمر میرسه، حتی قبلش در زمان قاجاری ها همیشه پرچم سرنگ شیر خورشید رو قاجاری ها هم میکردن، ولی در اوائل حکومت قاجاری ها، یعنی در زمان میشه گفتش که بنیانگذار این حکومت قاجاری آقا محمد خان قاجار، در اون زمان از بس این آدم خرفت مذهبی بود اجازه نمیداد که از این نمادهای غیر اسلامی بهره گیری بشه. پرچمشون سیاه بود، سبز بود، بیرق و علم داشتن و به همین دلیل شما میبینید که در جنگی که بین ایران و روس هست پرچم شیر و خورشید دیده نمیشه، ولی از زمان ناصرالدین شاه پرچم شیر و خورشید دوباره پیدا شد و خودش نشون داد و جایگاه خودش پیدا کرد. و ما از زمان انقلاب مشروطیت این نماد شیر خورشید رو اولا بر سردر مجلس گذاشتن و عدل مظفر رو هم که گذاشتن بالای سر مجلس، یعنی بروی مجلس، اونجا هم باز شیر هست. و بعد هم شد پرچم و در مجلس اول با اتفاق رأی نمایندگانی که در از قانون اساسی مشروطه ایران رو نوشتن در مجلس اول، اونجا پرچم سرنگ شیرخورشید نشان رو به عنوان نماد ملی کشور ما ایران، پرچم ملی ما، پرچم کشور ایران انتخاب کردن، بهش رأی دادن و در نتیجه اون کسانی که احتمالاً برای اثر نادانی ایراد میگیرن که آه چرا شما پرچم شیر خورشید میدین، پرچم پهلوی هاست و سلطنتی و اینا، باید به اینا گفتش که قبل از اینکه پهلوی ها، یعنی قبل از اینکه رضا شاه بزرگ بیاد در سال 1299 خورشیدی بیاید و به اصطلاح حکومت رو در دست بگیره و بعدم پادشاه کشور ایران بشه، این پرچم شیر خورشید نشان وجود داشته و در زمان ناصرالدین شاه به بعد این پرچم بوده همه جا. شما یک ساختمان هستش که در شیراز هست به نام باغ ارم، یک باغ بسیار زیبایی است که از زمان قاجارها هست، قاجارها اینو ساختن. از اون زمان شما نگاه بکنید این پرچم، یعنی این خود نماد شیر خورشید، خود نمادش شیر خورشید رو شما روی کاشیکایی هایی که در سر بر سردر باغ ارم هست، خب باقی ارم بیش از 100 خورده سال عمر داره، 145 سال، و در نتیجه این پرچم، یعنی این نماد شیر خورشید، نمادی نیست که از خانواده پهلوی آمده باشه که شما بگین چون از رژیم گذشته از سلطنت طلبان اینو دارن ما اینو قبول نداریم، نه چنین نیست. این پرچم، یعنی این نماد شیر خورشید که نظر از بودن به سرنگش ما کار نداریم، اون نماد شیر خورشید که ما کار داریم سابقه چند هزار ساله در فرهنگ ایران داره. و در هر صورت آقای زنده‌یاد، سرور ما زنده‌یاد، استاد بزرگمون در کالیفرنیا که ناصر مکارم فکر میکنم، ناصر بله، که یکی از فریختگان ایرانی بود، کتابی در ارتباط با پرچم شیر خورشید ایران نوشته، دقیقا همه اینها رو ایشان هم آورده. و در نتیجه به هیچ ترتیبی این پرچم و این نماد شیر خورشید آثاری از پهلوی ها نیست، ولی از اونجایی که در انقلاب مشروطیت این پرچم، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، عنوان پرچم ایران انتخاب شده در مجلس اول، خب پادشاه های مثلا پهلوی هم همه پادشاهان مشروطه بودن، در نتیجه این پرچم رو و این نماد رو با خودشون همینجور نگاه داشتن، به احترام گذاشتن و از زمان انقلاب نکبتبار اسلامی این پرچم و این نماد شیر خورشید رو حکومت اسلامی ایران خواسته با تمام وجودش از بین ببره، آثارش هم ببره. و در متاسفانه جریان‌های چپ هم همنوا شدن با حکومت اسلامی و شخص خامنه‌ای و خمینی که آقا این پرچم نمیدونم تابوتیست و فلان و یعنی. من به همینجا بسنده میکنم و با تمام صراحت و با تمام قوت میگویم که این نماد شیر خورشید نمادی است که از فرهنگ ملی ما میاد، یک نماد میترایی است و نماد مهر است و تمام جشن های ما جشن های مهرگانی و مهری است و در نتیجه این پرچم، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان، حتما پس از سقوط حکومت اسلام ایران
در مجلس مؤسسان دوباره به بحث گذاشته خواهد شد. در اونجا اگر مجلس مؤسسان تصمیم گرفت که نماد شیر خورشید رو دوباره به عنوان پرچم سرنگ ایران رو به عنوان نماد شیر خورشید انتخاب بکنه و بهش رأی بده، دوباره این پرچم رسمی کشور خواهد شد. ولی در هر صورت الان ما این پرچم رسمی ما مردم ایران و تمام میهن دوستان هست و ما از این پرچم شیر خورشید با تمام وجود دفاع میکنیم و اون رو با خودمون هر جا که باشیم در کنار خودمون داریم. سپاسگزارم.